حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلستان. وزیر امور خارجه انگلستان ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌های 4 فرد از سپاه پاسداران را به طور کامل اعلام کرد. کلورلی گفت که این ممنوعیت با هماهنگی ایالات متحده و اتحادیه اروپا انجام شده است. کلورلی همچنین گفت رژیم ایران مسئول سرکوب وحشیانه مردم ایران و صدور خونریزی در سراسر جهان است. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم آمریکا: مردم ایران شایسته آزادی بیان بدون تهدید انتقام‌جویی خشونت‌آمیز و سانسور از سوی صاحبان قدرت هستند. آمریکا در کنار متحدان و شرکای کلیدیمان مانند بریتانیا به اتخاذ اقدامات علیه کسانی که مسئول سرکوب خشونت‌آمیز و سانسور رژیم هستند ادامه خواهد داد. شورای اتحادیه اروپا: شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که اقدامات محدودکننده‌ای را علیه 8 فرد و یک نهاد دیگر که مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند اعمال کند. شورای اتحادیه اروپا آریانتل ارائه دهنده خدمات تلفن همراه ایران را تحریم می‌کند که به ساختار نظارت بر مخابرات که توسط دولت ایران برای سرکوب مخالفان و صداهای انتقادی در ایران ترسیم شده بود کمک کرده است. لیست‌گذاری‌های جدید همچنین شامل نمایندگان مجلس ایران، اعضای سپاه پاسداران و بنیاد تعاون سپاه پاسداران می‌شود که نهادی است که مسئول مدیریت سرمایه‌گذاری‌های سپاه است و در آن چارچوب مسئول انتقال پول برای سرکوب وحشیانه رژیم است. کلودیا تنی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا. کلودیا تنی در گفتگو با سایت نیوز مکس گفت او می‌خواهد گزارشی را درباره سپاه پاسداران ارائه دهد. این یک سازمان شبه نظامی، یک سازمان تروریستی در داخل ایران است که میلیاردها دلار از پول ایران صرف حمایت از آنها می شود. سپاه پاسداران شورش ها را سرکوب می کند، شهروندان کشورش را سرکوب می کند و از نیروهای نیابتی تروریستی در سراسر جهان از جمله در یمن و لبنان حمایت می کند. آنها در سراسر جهان هستند. آنها در جایی که صحبت درباره ترور مایک پومپئو، جان بولتون و سایر افراد در ایالات متحده می باشد، ترور خارجی را طراحی می کند. آنها یک گروه بسیار خطرناک هستند. هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان: با توجه به سرکوب ادامه دار رژیم ایران علیه اپوزیسیون، نمایندگان پارلمان اروپا درباره آنچه که اتحادیه اروپا باید برای حمایت از یک آینده بهتر برای مردم ایران انجام دهد، در روز سه‌شنبه 25 آوریل بحث و تبادل نظر خواهند کرد.